در خبر دیگر، ماری جوانا فقط با 2 رأی اختلاف از فهرست مواد مخدر پرخطر سازمان ملل خارج شد، 27-25. ایران جزو کشورهایی بود که رأی مخالف داد و آمریکا از جمله کشورهایی که رأی مثبت. همین چند روز پیش هم مجلس نمایندگان آمریکا قانونی مشابه رو تصویب کرد. امشب ماری جوانا رو در آمریکا زیر ضربی میبریم. فقط 1 قدم تا آزادی ماری جوانا در آمریکا مونده. همون گیاه روانگردانی که بهش علف یا گل هم میگن. حشیش و بنگ هم هست که از همون گیاه به دست میاد. حالا چرا هنوز 1 قدم مونده؟ اول اینکه فعلا فقط مجلس نمایندگان بهش رأی داده. 228 رأی موافق به 164 رأی مخالف. اما دلیل 2، میبینید که فقط 5 تا نماینده جمهوری خواه به جرم زدایی از ماری جوانا رأی مثبت دادن. 158 تاشون مخالف این قانون بودن و برای اینکه این قانون اجرایی بشه مجلس سنا هم باید بهش رأی بده. وضعیت مجلس سنا ماه آینده معلوم میشه. اگه دموکرات‌ها 2 تا کرسی باقی مونده رو مال خودشون بکنن، اکثریت رو توی سنا هم به دست میارن و احتمال اینکه ماری جوانا آزاد بشه زیاده. و برعکس، اگر جمهوری‌خواها اکثریت رو به دست بیارن، اما و اگر سر تصویب و اجرایی شدن این قانون بیشتر میشه. البته اینو بگم که اینطوری هم نیست که همه ایالت‌ها منتظر تصویب قانون جرم‌زدایی از ماری جوانا در سطح فدرال باشن. میدونید که هر ایالتی در آمریکا قوانین خودش رو داره. این نقشه وضعیت ماری جوانا توی آمریکا رو نشون میده. همونطور که می‌بینید ایالت به ایالت متفاوته. مثلا میدونید که توی ایالت کالیفرنیا کاملا قانونیه. یعنی چی؟ یعنی مصرف دارویش که قانونیه. 28 گرم هم اگه با خودتون داشته باشید یا اگه دود کنید پلیس کاری به کارتون نداره و حتی میتونید 6 تا بوتش رو توی خونه هم بکارید. همین الان در 38 ایالت مصرف داروی ماری جوانا آزاده. فقط توی 6 تا ایالت کاملا غیر قانونیه و در 15 تا ایالت به علاوه منطقه واشنگتن دی سی کاملا قانونیه. اما خب این قانون که به مور اکت معروفه میتونه بقیه ایالت‌ها و حتی کشورها رو به جرم زدایی از ماری جوانا و در نهایت قانونی کردن اون تشویق کنه. حالا این قانون چه میگه؟ 1. ماری جوانا از جدول مواد روانگردان ممنوع خارج میشه. مثلا توی این جدول که 5 دسته داره، هروئین کنار ماری جوانا توی 1 دسته و در صدر جدول بودن. 2. این قانون ماری جوانا رو به طور کامل قانونی نکرده، بلکه داشتن مقدار معینی از اون دیگه جرم محسوب نمیشه. چند تا مورد دیگه هم هست که مربوط به مالیات و بخشش کسانیه که در رابطه با ماری جوانا مرتکب جرم شدن. جنگ علیه مواد مخدر از سال 1970 میلادی با دستور نیکسون در آمریکا شروع شد و تا امروز بیش از 1,000 میلیارد دلار برای دولت آمریکا هزینه داشته. ماری جوانا هم از همون اول جزء مواد روانگردان با درجه 1 دستبندی و ممنوع شد. ماده روانگردانی که به نظر بعضی از کارشناسان ضررش از الکل و حتی سیگار کمتره. میبینید که نه تنها رتبه ماری جوانا از تنباکو و الکل پایین‌تره، بلکه مقدار آسیبش هم به مراتب از هر دوی اینها کمتره. حالا با رأی جدید سازمان ملل و تصویب این طرح در سطح فدرال توی آمریکا، ترس و لرز گل خریدن و علف کشیدن یواش یواش داره دود میشه و میره هوا.